دروازه‌بان لرستانی و سنگربان ملی پوش پرسپولیس این تصویر اولین بازیکن است که به جایگاه فراخونده میشه. علی پور دومین بازیکن از پرسپولیس که گل پیروزی بخش این تیم در فینال جام حذفی رو به ثمر رسون، مهاجم زهرداری که در لیگ برتر و جام حذفی خوش درخشید برای پرسپولیس. زنی که شما تصویر بیرانوند رو میبینید، علی پور مدال خودشو دریافت میکنه. کمال کامیابینیا و امید آلیشا هم به جایگاه فراخونده میشن. عشق به پرسپولیس رو در کنار جام به اثبات میرسون علی پور. شجاع خلیلزاده، مدافعی که در این فصل خوب کار کرد برای پرسپولیس، اما ضمن اینکه شما تصویر آلیشاه رو میبینید، شجاع خلیلزاده در بازی فینال به علت کارت قرمزی که دریافت کرده بود در بازی مقابل سپاهان محروم بود، نتونستیمش همراهی بکنه. شما تصویر آلیشاه رو میبینید. سروش رفیعی، او هم به جایگاه میاد، در آغوش ایرج عرب آروم میگیره، او هم نتونست در بازی فینال تیمش رو همراهی کنه به علت کارت قرمزی که در بازی مقابل سپاهان دریافت کرد. خوشحالی پرسپولیسی از همین لحظه آغاز میشه در کنار زمین. شجاع خلیلزاده، کامیابینیا و سر بازیکن پرسپولیس رو میبینید. مهدی ترابی، بازیکن با اخلاق و مؤثر پرسپولیس در این فصل و جام حذفی. این چهره همچنان بازیکن پرسپولیس میان و جواز خودشون رو دریافت میکنن. ربیخواه رو میبینید، او هم به جایگاه میاد و مدال خودش رو دریافت میکنه. تشویق‌های مدام هواداران و تقسیم شادی علیپور با اونها. رادوشاویچ هم به جایگاه فراخونده میشه، او هم میره و در کنار سایر پرسپولیس قرار میگیره تا در مراسم اهدای جام حضور داشته باشه. ماریو بودیمیر کروات، دیگر بازیکن پرسپولیس است که بایستی به جایگاه بیاد. بودیمیر رو در تصویر میبینید،
باشگاه پرسپولیس که مهیای برگزاری جام قهرمانی هستن. من تشکر میکنم از مهندس مهرداد عظیمی، رئیس محترم مرکز تولید و فنی سیمای جمهوری اسلامی ایران، از هیئت مدیره باشگاه فولاد و مدیرعامل محترم شرکت فولاد خوزستان و از تمامی اعضای شورای تامین استان که در راستای برگزاری این مسابقه نهایت سعی و تلاش خودشون رو به کار بردن. یاد و خاطره امام راه رو هم گرامی می‌داریم و آغاز 31 سال رهبری مقام معظم رهبری رو تبریک می‌گیم و آرزوی سلامتی و طول عمر رو برای رهبر عزیزمون از خدای منان مسئلت داریم. شما بینندگان عزیز و ارجمند، نظاره‌گر مراسم پایانی فینال جام حذفی فوتبال باشگاه کشور یادواره آزادسازی خرمشهر هستید. بازیکنان پرسپولیس میرن و در سکوی قهرمانی مستقر میشن که تا لحظاتی دیگه جام قهرمانی رو بالای سر ببرن. 17 روز قبل بود که در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال موفق شدن که قهرمان بشن و در بامداد امروز دوشنبه 12 خرداد پرسپولیس برای دومین بار موفق میشه که یه جام دیگر رو به کلکسیون افتخارات خودش اضافه بکنه. مراسم اهدای جوایز داره با حضور پرشور هواداران پرسپولیس در ورزشگاه شهدای فولاد خوزستان برگزار میشه. کادر فنی پرسپولیس دعوت خواهند شد تا به جایگاه بیان. محسن خلیلی سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس و مهاجم اسبق این تیم به جایگاه خواهد آمد تا جایزه خودش رو دریافت بکنه. این چهره محسن خلیلی و برانکو ایوانکوویچ، سرمربی موفق این فصل پرسپولیس. این چهره در لیگ برتر و قهرمانی در این رقابت را هتریک کرد. پس از سالها ناکامی پرسپولیس در جام حذفی موفق شد که پرسپولیس رو به قهرمانی جام حذفی در بازی امشب برسونه و تا لحظاتی دیگه با حضور او جام قهرمانی در رقابت‌های حذفی به پرسپولیسی‌ها اهدا خواهد شد. نقش مؤثری داشته برانکو در پیروزی‌های اخیر پرسپولیس و موفقیت های این تیم طی 3 سال گذشته و سید جلال حسینی کاپیتان محبوب و با تعصب پرسپولیس که به جایگاه میاد و پس از دریافت مدال قهرمانی به جمع هم تیمی های خودش اضافه میشه تا در مراسم اهدای جام حضور داشته باشه. جام به سید جلال ابتدا اهدا میشه و چون کاپیتان پرسپولیس هست و او مطمئنا با سایر بازیکنان پرسپولیس